آقای کاظمی، واکنش ها در تهران به حرف های لاوروف چه بوده و چه پیامی رو داشته؟ خب با توجه به اینکه دقایقی پیش حتی وزیر خارجه آمریکا هم در این رابطه واکنششون بعدش که برجام هیچ ارتباطی به تحریم های غربی ها علیه روسیه به خاطر تهاجم به اوکراین نداره، اما از تهران تا این لحظه هیچ صدای خاصی نشد غیر از چند ساعت پیش که مشاور تیم مذاکره کننده ایران گفتش که خواست داریم که روسیه در این رابطه توضیح. متاسفانه اتفاقی که افتاده اینه که مواضع تهران در مقابل موسکو در سالهای اخیر به ضعیف‌ترین حالت خودش بعد از دوران قاجار رسیده. ما در موضوع حمله نظامی روسیه بود با این هم شاهدیم که مقامات جمهوری اسلامی و به طور خاص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از روسیه حمایت بی‌چون و چرایی کردند، به گونه‌ای که گویی ایران یکی از استان‌های روسیه است. اما آقای کاظمی، این چیزی که آقای لاوروف گفته چقدر منافع ایران به عنوان متحد روسیه، حالا اونطور که خودشون ادعا می‌کنن، در نظر می‌گیره؟ خب روسیه در حمله نظامی به اوکراین دچار خطای محاسباتی شد. تصور نمی‌کردن که مقاومت خاصی رو بکشن، اما حالا که وضعیت جنگ گره خورده، روس‌ها باز هم مثل سنوات گذشته در حال بازی با کارت ایران در جوامع بین‌المللی است. حالا که هم جمهوری اسلامی و هم کشورهای غربی خواهان احیای برجام هستند، روس‌ها باز هم به این کار اقدام می‌کنن. این اقدام مخصوص به سابقه است. در سال‌های پیش اگر یادتون باشه، زمانی که پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت رفت، روس‌ها هر بار که قطعنامه علیه ایران مطرح می‌شد، ابتدا در مقابل کشورهای غربی مقاومت می‌کردند، بعد با امتیازاتی که می‌گرفتن با تعدیل یک دو کلمه به قطعنامه رأی مثبت می‌دادن، بعد همون تعدیل کلمات رو مجدداً به ایران می‌فروختن و از ایران هم امتیاز می‌گرفت. اونها نتیجتاً دنبال منافع خودشونن، به خصوص که امروز با توجه به اینکه شرایط جنگ پیچیده است، غرب بسته است، خاک ایران تنها راه مطمئن برای ترانسفر کالاهاشون. ضمن اینکه ما کلی پرونده باز در روابط ایران و روسیه داریم، مثل موضوع سهم ایران از دریای خزر، مثل موضوع قرارداد 20 ساله‌ای که بین ایران و مسکو میگن قرار بسته بشه که اینا همه ایجاد نگرانی کرده. روس‌ها به قول خیلی از کارشناسان هیچ‌وقت شریک مناسب و مطمئن برای ایران نبودن. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از ترکیه، ممنونم از شما.